تجمعی برای همبستگی با مردم خوزستان در تهران و روبروی ساختمان تئاتر شهر، نماد نمایش در ایران. شعارهای آشنا، همان شعارهایی که این روزها در شهرهای دور و نزدیک شنیده می شود و شلیک گاز اشکاور دیشب هم تهران و چند شهر دیگر با صحنه فریاد شعارهایی بود علیه حکومت، شعارهایی که شخص اول نظام را هدف گرفت. این تکرار اعتراض و ابراز خشم دیشب به بهانه پیروزی سرخپوشان پایتخت بود. اینجا تهرانه و همه دارن میگن میخوان تا صبح در خیابانها بمونیم، دیگه خسته شدیم از دست آخونده حکومتشون. این تجمع شبانه جوانان است در محله های صادقیه در غرب و نارمک و تهران پارس در شرق تهران که با یورش نیروهای ضد شورش روبرو شد. و این هم صدای مخالفت با وضع موجود در شهرهای هشتگرد و عراق. نیروی انتظامی که حمله ور شد همه رو زدن. و این شهر کم جمعیت گلستان است در جنوب غرب تهران که شمار تظاهر کنندگانش چشمگیر بود. این اعتراضات خیابانی پس از آن بود که پرسپولیس پیکان را شکست داد و جام قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران را به هوادارانش پیشکش کرد، اتفاقی که متأثر از حدود دو هفته اعتراض در شهرهای کوچک و بزرگ ایران پیامدش چون این تجمعاتی شد. دیشب مردم ایران یک بار دیگه به بهانه مسابقه فوتبال بیرون ریختن تا فریاد خشم و اعتراض خودشون رو علیه سیاست‌های حاکم بر کشور در چند دهه گذشته بیان کنن. علی خامنه‌ای هرگز مسئولیت این سیاست‌ها رو نمیپذیره، ولی رهبری تمام کارها رو تا خردترین اون به عهده داره و مسئولیتش رو مردم شناختن. به همین جهت هم شعارهای دیشب مستقیم علیه ولی فقیه بود. ما نمیگیم ما حمایت کنید، از خودتون حمایت کنید، از جوانای خودتون. پیش از آن هم در روشنای روز شماری از مادرانی که فرزندشان را در اعتراضات خونین آبان 98 از دست داده اند به خیابان آمدند، مادرانی که چیزی در دست ندارند جز تصویر کسی که دیگر سایه‌اش را بر در نخواهند دید. در پایتخت به میدان آزادی آمدند در حمایت از اعتراضات خوزستان و همدلی با خانواده‌هایی که به سوگواری نشستند. آنها بازداشت شدند و پس از یک شب آزاد. به شهادت سازمان دیدبان حقوق بشر در اعتراضات اخیر دست کم 9 نفر جان باختند و صدها تن هم بازداشت شدند. این روزها هر مطالبه و اعتراضی در خیابان با واکنش سریع و تند نیروهای امنیتی روبرو شده و به همین ترتیب هم به شمار تجمعها و تظاهرات افزوده شده، چرخه‌ای که رویارویی ملت با حکومت را بیش از هر زمان دیگری پررنگ کرده. علی خردپیر، BBC.